مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای آسیا از آنکارا با ماست. سلام، خوش اومدید. آقای رئیس‌زاده، آیا پیشنهاد اجازه سخنرانی اوجالان در پارلمان ترکیه میتواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور کمک کند و چگونه میتوان از این پیشنهاد به عنوان فرصتی برای حل درگیری‌های طولانی مدت استفاده کرد؟ تشکر. با سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکاران و بیننده های شما. ببینید، پیشنهاد اجازه سخنرانی عبدالله اوجلان در پارلمان ترکیه به عنوان بخشی از تلاش های دولت ترکیه برای پایین دادن به شورش حزب کارگران کردستان یا پیکاکا میتونه پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه. اما سوال مهم این است که چنین اقدامی به بهبود وضعیت حقوق بشر و همچنان وضعیت کارگران کردستان در ترکیه منجر میشه یا نه؟ از منظر حقوقی وقتی بررسی بکنیم میبینیم که عبدالله اوجلان از سال 1999 در مدت 25 سال در انزوا بسر میبره و در مطابق که شما در اخبارتان نشر کردین در 43 ماه گذشته حتی اجازه ملاقات با وکیل مدافع و خانوادش نداشت. اگر این پیشنهاد عملی شود و اوجلان بتونه در پارلمان سخنرانی بکنه، این مسئله میتونه به عنوان یک گام به سوی کاهش محدودیت های حقوقی و شرایط نامناسب زندانیان سیاسی در ترکیه شود. خب این موضوع بهبود وضعیت حقوق بشر را حداقل در بخش زندان های سیاسی میتونه تقریب بکنه. مسئله دیگه مسئله ای است که سخنرانی اوجلان در پارلمان و پایین دادن یا پایان شورش های مسلحانه میتونه که بستری برای مذاکرات صلح جویانه بین دولت و کردها ایجاد شود. این مذاکرات اگر به درستی مدیریت و اداره شود احتمالا منجر به کاهش خشونت ها و بازسازی اعتماد بین گروه های کرد و دولت ترکیه میشه. درگیری های 40 ساله بین دولت ترکیه و پیکاکا نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر حقوق بشری هم هزینه های بسیار بالایی به دو طرف داشته و این پیشنهاد فرصتی برای شروع گفتگوهای جدید و تلاش برای حل مسالمت آمیز بین اختلاف های زمان باشه. و از جانب دیگر چالش های سیاسی هم هست. با این حال این پیشنهاد با چالش های سیاسی و اجتماعی بزرگی هم همراه هست. ما در روز گذشته آقای امید اوزدا یکی از رهبرهای مخالف سیاسی آقای اردوغان صریحا اعلام کرد و اعلام مخالفت کرد در صورتی که این کار صورت بگیره. حتی پیشنهاد از این داد که باید انتخابات زود هنگام صورت بگیرد. بله. خب مخالفت های شدیدی در داخل ترکیه نسبت به حزب کارگران کردستان و رهبری از اون وجود دارد. برخی ممکن است که حرکت را به عنوان عقب نشینی در برابر تروریسم تلقی کنه که میتونه باعث افزایش تنش ها در برخی بخش های از جامعه شود. از طرف دیگر این افراد این فرایند به نتیجه برسند میتونه الگویی برای دیگر کشورهایی که با شورش های مسلحانه مواجه هستند ارائه شود. خب در کل ما میتونیم بگیم که پیشنهاد اجازه سخنرانی آقای اوجلان در پارلمان اگر با تدبیر و دیپلماسی همراه باشه میتونه به عنوان یک گام مهم در جهت پیشبرد صلح و بهبود حقوق بشر در ترکیه محسوب شود. با ویژه اگر این فرصت ها به گفتگوهای بلند مدت برای حل مسائل کردها و پایان خشونت های مسلحانه در ترکیه شود. بله، از توضیحاتتون ممنونم. مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه آسیا از آنکارا.